در حالی که برخی مقامات فرودگاه شرمیتووا در مسکو که ادوارد سنودن تحلیلگر سازمان اطلاعات و امنیت مرکزی آمریکا در آنجا به سر می‌برد، روز چهارشنبه از اجازه پرواز او از این فرودگاه به خارج از روسیه خبر دادند، اما وکیل او این مسئله را رد کرد. وکیل سنودن گفت که وی هنوز مدارک لازم برای پرواز از مسکو را ندارد. ادوارد سنودن 30 ساله 23 ماه ژوئن پس از انتشار هزاران سند محرمانه در هنگ کنگ مربوط به کنترل مکالمات تلفنی و ارتباط‌های اینترنتی توسط سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا وارد منطقه ترانزیت فرودگاه مسکو شد و از روسیه درخواست پناهندگی کرد، اما سپس درخواست خود را پس گرفت.